سلام اینجا خودکسته یه پادکست خیلی خودمونی من ایمان هستم یکی از میزبان های برنامه امروز مهمونمون صدف دوره برگشته سلام کارون و فرهاد و فرزاد هم ما هستن سلام 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 نمیخواستم بگی, بگی فول نه دیگه <applause> ما این دفعه 18 همی که هم داریم ضبط میکنیم با کلی مشکلات سو جیشی تکنیکی بوده شدیم ایم. نویز داشتیم هزار تا مشکل بود که خدا را تا الان حل شده تا ده دقیقه دیگه رو نمیدونم امیدوارم که همینطوری پیش بره چه خبر میخوای در مورد کامنتو دوباره بگی آره طبق معمول زیر اپیزودایی که در واقع با صدف منتشر میکنیم کلی کامنت اومده بود کامنت ها هم همیشه مثبتن خیلی استقبال شده ازت خواستن که چنل یوتیوب خودت رو داشته باشی بعد تالیه توضیح هم بدم جلسه پیش که ما صحبت کردیم از اول بنا نداشتیم که راجع به مسائل حرف بزنیم اتفاقی که افتاد این بود که صدف خب همین ورقه ها رو آورده بود قرار بود راجع به موضوع دیگه ای صحبت کنه ما وسط خیلی به صورت طبیعی اپیزود رو هایجک کردیم راجع به یه سری موضوعات دیگه صحبت کردیم که اتفاقا بعد ضبط خودمون احساس خوبی داشتیم چه ها هم احساس خوبی داشتن صدف هم احساس خوبی داشتی یا نه اتمنان. صدف فکر کنم امروز نسبت به همه چیز مخصوصا ماها احساس بدی داره <fed repeats> قبل ضبط هم گفت به ما آره گفتی که خسته شدم ازتون آره true آره ولی آره به نظر خودمون جالب شده بود بقیه هم دوست داشتن حالا این اپیزود باید ببینیم که صدف راجع به چی حرف میزنه ممکنه که دوباره ما کار مشابه قبلی رو بکنیم چون خودمون هم حس میکنیم در واقع وقتی سوالات شخصی میپرسیم و به این موضوع پرداخته میشه این رفت و برگشت صحبت میتونه بیشتر کمک کنه تا اینکه مثلا حالا صدف بخواد از روی نوشته پیش بره اونجوری شاید ما هم مثلا از دردای خودمون بگیم آدم بیشتری همزادپنداری کنن و ببینن که توی دردهاشون تنها نیستن چقدر فرق داره وقتی که من گوشی دارم و میدونم باید کجا صحبت کنم بالا ما, ما امروز پنج سال گوشی دارم میگم توی پنج, پنج سال گذشته این هدفونی که رو گوشی منه فقط به عنوان مثلا یه چیزی که گوشم رو گرم کنه کار میکرد یعنی الان وقت... یه ها فرق کرد؟ آره دیگه الان من دارم صدای خدا میشنم خیلی بردم بالا یعنی آخه خودش میگفت زیاد نکنیش خرتلاقه خرتلاق نیست ولی قدیم صدار میباردی بالا خیلی اذیت کننده بود الان خوب شد گوش خراش بود ولی الان خوبه و بعد از پنج سال تازه من فهمیدم کار بردی گوشی ها چی هیچکی برموند ای میگفت برداریم من همیشه میگفتم برداریم شما بفرمایید ما ریشقه می میدیم دست شما هر جوری که دوست دارید ابزار پیش ببینید خواستین از این بگین خواستیم نگید هر کاری دلتون خواست شما مرسی اتفاقا خیلی جالبه که این کاغذ رو اشاره میکنی. بهش چون من هیچ وقت نمی نویسم. حتی وقتی که کارگاه دارم فقط یه سر سرفصل. های مشخصی رو برای خودم می نویسم ولی مطالبی که میخوام بگم و هیچ وقت نمی نویسم دلیلی که نوشتم اینا رو دو تا دلیله بخاطر اینکه ما با هدف شروع کرده بودیم این اپیزودا که این آره اپیزودا رو که مطالب و موضوعاتی رو بگیم که مربوط به عبور از بحرانی که به به کسایی که تو ایرانن یا به همه ما ها که تو ایرانم نیستیم و داریم این تجربه جمعی رو داریم این تجربه ترامای جمعی یا این بحران جمعی رو داریم تجربه میکنیم بهمون کمک بکنه که بتونیم ازش عبور بکنیم سو so دلیلی که من این نوشته ها رو دارم یکیش اینه که چیزی رو جان اندازم و اینکه فارسی به انگلیسی شه چون که من <laughs> اینا رو از... به فارسی آره ببخشید انگلیسی به فارسی درسته مرسی چون من اینا رو انگلیسی می <laughs> و اینکه فارسی هاشو بالاش می نویسم که یادم نره که کلمه درستش رو استفاده بکنم بعضی وقتا ببین هر کاری که کردی که تا الان پرفکت پیش رفته یه <applause> اپیزود عالی بوده همه لذت بردن فکر میکرد میخوایم در مورد گذر از بحران صحبت کنیم بعد اومد دید بحران اصلی بحران تو لحظه بعد از شما گذر کنیم اول تا از بحران یه کار دیگه هم که صدف کرد یکی از لغات مرده فارسی رو صدف زنده کرد لغت شفقت بود که همونطور که ماها معنیش رو خیلی درست نمیدونستیم خیلی از شنوندهم آشنا نبودن بله اگه میشه یه ذره شفقتم توضیح بده آره یکی از کامنت ها خودم میگم خیلی ممنون که توجه من اووردی به کامنت های یوتیوب چون اصلا نمیدونستم که اونجا انقدر کامنت هست و بعد که شما به هم گفتی رفتم همه رو خوندم از همه کسی که کامنت نشن همه اپیزود رو خوندم کامنت هاشو از همه که کامنت نشن تشکر میکنم چند تا سوالم هم بود اتفاقا اونجا که حالا اگه تازه کامنت که آوردی یه جه دیگه هم هست حالا یه جه دیگه هم معرفی میکنم میتونی یه دیگه کامنت اگه بخوای بخوای نه جدی میگم توی کس باکس اینا هم هستن ولی خب تو کانال تلگرام تو گروه تلگرام تو در هر صورتی که چند تا سوال هم بود که حالا بعد از اینکه موضوع تم شده شاید میتونیم راجع به اون هم صحبت بکنیم شفقت کلمه که من فکر میکنم که کامپشن به انگلیسی میشه کامپشن خب توی فارسی من فکر کنم حتی شفقت اونو کامل مفهوم مفهومش رو لاغت برای من نمیرسونه اونجوری که من کامپشن رو به انگلیسی متوجه میشم کلمه شفقت فارسی نمیدونم انگار یه دلسوزی هم توش هست خب برای من که هیچ کدوم شما نمیشم چجوری جوری میدی؟ نه فارسیش شما میشم نه انگلیسی شو به تو انگلیسی ما سه تا کلمه داریم امپتی سیمپتی کمپشن سو اینا همهشون مفهوم متفاوتی دارن مثلا مثل دلرحمی دلسوزی و شفقت اگه بخوای ترجمهش بکنی خود مفاهیم رو میشه توضیح بدی امپاتی سیمپاتی و آه سو نه کن مثل اینه که من واسه یکی امپاتی دارم یعنی دلش میسوزه دل رحمی <سؤال> نه اد، اد، اینو ما همین امروز تو یه مثال گفتم این اسکرین سیور من کو دیدی لغت میزنه من امروز همین <صح> امپاتی میدم <صح> حم... یعنی <صح> توانایی این که تو احساس تو بیان کنی و احساس طرف مقابل رو درک کنی میشه امپاتی دل سوزی نیست یعنی یکی از احساسش <صح> بگه تو بفهمی اون احساس رو ولی بلد, بلد. 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 ام بلد. ام اون حالت رو داره که تفلک او دلم سوخ این بساره. میشه دل سوزی این یعنی آد امپاتی میشه همزاد پندادی آره همدلی همدلی بیشتر شاید میشه آه. درسته آه شفقت یعنی همون کمپشن یه چیزیه که اگه که توی تعریف های گبر بخوای اونجوری که من یاد گرفتم پنج تا مرحله شفقت ما داریم Um, که یکی اینه که شفقت compassion of understanding حالا من پنشوش رو اینجا نمیگم چون شاید جابجا جا بگم ولی <laughs> compassion of understanding یعنی اینکه من متوجه میشم که تو چرا این درد رو داری سو so compassion um, انگار که نه همزاد پنداری میکنی نه نه تفلک بیچاره you know? یه حالت پخته درک, درک کردنه و اینکه اوکی من متوجه میشم که چی اتفاقی داره برات میفته so it's, it's, like it's like میفهممت درکت میکنم سو so نمیدونم شفقت تو تو فارسی من خودم زیاد معنی کاملش و واقعا نمیدونم که ولی برای من اون مفهوم و نمیرسونه کامپشن برای من خیلی عمیق تر از شفقته um, یه حالتیه که میفهممت اینجوریه یه حالت گرمی داره توش مامشن. یه هان آها کمپشن یعنی وقتی که کمپشنت هستی یعنی هم کنجکاوی که بدونی چی شد همین که وقتی که متوجه شدی قضاوتی نداری نسبت به طرف مقابلت و اینکه کنارش هستی هم دلم هستی باهاش سو اس لکه لکه ان یعنی انگار که یکی میاد یه تو رو مهربونی توش هست آره یکی میاد انگار تو رو بغلت میکنه میگه نترس من اینجا هم. میگه تو سافر تو گیدر معنی لیترالش اینه کامپشن mm. آره یعنی واقع... هم درده رو بفهمی هم با هم تجربهش کنیم آره همدلی من فکر میکنم من فکر میکنم که برداشت خودم تا به امروز اینه که ما کلمه فارسی نداریم که کامل بتونم این مفهوم رو برسونه <melodic> این تیک خود من روی این قضیه هست ما به نظرتون اون جایگاه نداریم که کلمه درست کنیم صدف. ببین میگه که درد و رنج بقیه رو بفهمی یعنی مواجه بشی با درد و رنج بقیه و انگیزه داشته باشی که اون درد و رنج رو بهبود ببخشی Right. ولی این خیلی خیلی آیدیال هستش چون ما نسسریلی لزوما همیشه نمیتونیم درد و رنج دیگر رو بهبود ببخشیم چون این نه بخ... بهبود نبخشیم دیگه کامپشن نمیشه دیگه تو همون امپاتی و سیمپاتی میمونه فکر این ترجمه فارسی داریم نه, نه. نه انگلیسی؟, انگلیسی من دارم اها چیز اها اها. اها. همینی که ببین آخه همون ببخش فرق نه بارو. همینی که متوجه میشی درده یکی دیگر رو اتوماتیکلی حالش بهتر میشه so that might be it. it's like it's یه حالت هولدینگی داره یه حالت همون گفتم مثل امبریس میمونه انگار یکی تو رو بغلت میکنه mm -hmm. so it's, it's it's really soft it's really calm خیلی آرام بخشه خیلی کام چی میگن سافت <laughs> نرم <نه. کی> میشه <laughs> خیلی لطیفه لطیف. امنه فالو امنه, امنه. امنیه. مرسی امنه امنه چون که یکی از چیزای دیگه هم که هست وقتی که کامپشن وقتی که کامپشن توی یه فضا هست امنیت ایجاد میشه وقتی امنیت ایجاد میشه درمان ایجاد میشه وقتی که در امنیت نباشه درمانی امکان نداره صورت بگیره و این همین امروز که راجع به سیستم سیستم عصبی میخوایم صحبت بکنیم این اصلا با علم اینو ثابت میکنه چون اصلا ذهنت آروم امن نیست که بخواد چیزی رو دریافت بکنه خیر بفهم میکنم پتانسیل اینو داره که ما بحث امروز اصلا هر خود خود صرف دیگه سری که لطفا اجازه بدی من کار زندگی دارم الان چند تا پنج شنبه واسه بنده خدا هر هفته داره پنج شنبه های خود پنج شنبه های هر هفته رو شما دارید هفته هفته قبلی جمعه بودش آره ببخشید و... معذرت میخوام اونم هفته قبلی هم جمعه شب و ما خراب کردیم بفهم سو یکی از تاثیرات تراما همونطور که دفعه قبلی این یه مقدار شروع کردم به گفتنش اینه که ما رو از خودمون دور میکنه ما رو از بدنمون جدا میکنه دیسکنکشن هر موقعی که ما ارتباطمون اون ارتباطمون به خودمون به محیط اطرافمون با دیگران با اطرافیانمون شکسته میشه در واقع یه اختلاف اختلالی ایجاد میشه توی اون ریتمی که ما داریم چون ما بدنمون ریتم داره همین نفس کشیدنمون ریتم داره همین مدل نگاه کردنمون مدل پلک زدنمون همین که من چطوری دستامو تکون میدم این بادی لنگویج مربوط به منه این ریتم منه که وقتی که توی فضای قرار میگیرم شماها متوجه ریتم من میشین حالت صورتم اینا تمام مربوط ویژگی های مربوط به بدن من و سیستم عصبی منه که وقتی که من توی محیط قرار میگیرم اینو هم خ... دیگران متوجه میشن به صورت آگاهانه هم سیستم عصبی شما اینو نسبت به من متوجه میشه چون ما فقط از طریق کلام با همدیگه ارتباط نداریم ما سیستم عصبیمون هم توی ارتباط با همدیگه هستن سو so وقتی که ما تراما رو تجربه میکنیم اختلال ایجاد میشه توی این ریتم توی این ارتباطمون با خودمون و با اطرافیانمون حالا وقتی که داریم از یک بحران عبور میکنیم این شدیدتر هم میشه این اختلاف این دیسکانکشن این عدم ارتباط بیشتر هم میشه عمیقتر هم میشه به خاطر اینکه همه اون احساسا با خودشون بارای خودشونو میارن چارج خودشونو میارن و همونطور که توی س... سشن بیارم. توی اپیزودهای قبلی گفتیم گفتم هر کدوم از اینا یه جایی از بدن خودشون نشون میدن یه سوال پرسیده بودن که این در مورده... که کارون تو هم پرسیدی این بود که اینا از کجا هستش چه علمی هست که مثلا اینا میگه توی بدنه یه کتابی که میتونم معرفی بکنم که خیلی کمک میکنه البته متاسفانه فکر نمیکنم به فارسی ترجمه شده باشه اسمش هست The Body Keeps the Score و نویسندهش هم Vessel وندرکوک اگه کسی ترجمه فارسی رو دیده لطفا به ما بگه یا کامنت بذاره بقیه استفاده حتما بگین آره حتما اگه ترجمه فارسیش هست تا جایی که من میدونم نیست ولی لطفا اگر که هستش ب... بگید Uh, به ما so بعضی هم آدیو بوک درست میکنن یعنی خودشون یزیو ترجمه میکنن اگر که آدیو بوکش هم هست به اون بگید میشه That's interesting So um, توی اونجا نوشته که بدن چطوری سیستم عصبی چطور نگه میداره اطلاعات و این دردار و این احساسات رو تو خودش نگه میداره و هر چیزی رو که ما سرکوب بکنیم این نیستش که از بین میره یا ما فراموشش میکنیم این هنوز یه جای از بدن ما جمع شده یه جای از بدن ما هستش فقط ما اکسس نداریم آها کارو <applause> خیلی خوبه بفرم پتانسیل زیاده بله برا. آره های جکر دیگه هم آره دیگه <تصفح> هم. من و ایمان قشنگ میتونیم اینجا رو ببریم من شادم شد از شما نمیگم چون شما خیلی انسان های سالمی هست نه آره پرفکت یه سال این درد ها و در واقع این تراما ها ممکن از نسل های قبلم به ما رسیده باشه؟ صد درصد اصلا شکی نیست در این یکی از انواع تراما ها همونطور که گفتم جنریشنال تراما این ترامای در نسل هست و هر چیزی رو که من توی وجودم حل نکرده باشم پس آن میشه به نسل بعدی خیلی آنفره دیگه راحت شد نه دیگه میندازیم گردن هفت چه در مادر رو صحبت کردیم نه پدر مادر رو نوب بکنی به قبلی ها میتونیم یعنی مثلا <applause> جد ما داشته تو خیابون راه میرفته یهو یکی اومده کرد <applause> یاد ریکی جویس افتاد یه <تصفیق> چیزی میگفت مثلا ترسوندتش این ممکنه به من رسیده باشه و من تو خیابون راه برم یکی بیاد حجم ترسی که تجربه میکنم متناسبه با اتفاق اون لحظه نیست ممکنه هجیمتر تر باشه و این به خاطر گذشته ایه که منم زندگیش نکردم خیلی بد فکر کنم سوالو گفتم ولی اونم فهمیده تو متوجه میشم ولی به این سادگی نیستش ببین تو چیزی شما چیزی که الان تعریف کردی تعریف همون پی که دفعه دو دفعه قبلی راجع بهش صحبت کردیم که فلش بک میگیری یعنی اینکه یه عکس یه چیزی تو رو به یاد میاره آره به بیادت, بیادت میاد یه موضوعی به و عکس عملی که نشون میدی متناسب با اتفاقی که الان افتاده نیستش سو so این این لزوما از نسلهای قبلی نمیاد چیزایی که از یه بینشای مختلفی هست نسبت به این ولی این چیز مشخصی که الان شما مثال زدی که مثلا اگه با بزرگم ترسیده و من یه اتفاق مشابهی بیفته که خودم هم خبر ندم یه عکس عمل نشون بدم این لزوما این از نسل قبلی نمیاد چیزایی که از نسل قبلی میاد بیشتر به باورای ما برمیگرده مثلا یه چیزایی که چون تراما وقتی که توی یه جامعه باشه تبدیل به فرهنگ میشه سو مثلا چیزایی مثل یه کلمه های خیلی ما توی فرهنگ ایرانی و توی خانواده ایرانی خیلی زیاد داریم این تراماهای های نسلن در نسل و مثل چیزهایی مهم. که دفعه قبلی بریفلی راجبش کوتاه صحبت کردیم مثل چیزهایی مثل آب رو، مثل چیزی مثل مدون شرم و حیا یا اینجور کانسپت ها اینجور موضوعات اینا چیزهایی هستن که باور ریشه ای درست شده و این از نسلی به نسل دیگه منتقل شده سو so, اینطوریه که ما باورهامون رو القا میکنیم به نسل بعدی یا از شیوه فرزند پروری که داریم القا میکنیم یه آسیبی رو منتقل میکنیم به نسل بعدی مثلا شیوه فرزند پروری توی یه خانواده ای مثلا این بوده که بچه ها هیچ ارزش و اهمیتی نداشتن واسه چیزی واسه کسی که هستن مثلا تنها ارزشی که داشتن به خاطر دستیافته هاشون بوده مثلا اگه دکتر بشی مثلا من دوستت دارم <applause> so این نسلن در نسل منتقل میشه که اوکی توی خانواده ای ما مثلا همه باید فلان باشن وگرنه در غیر این صورت ارزشی نداره مثلا مثلا من یه سوال دارم با این تفسیر هرچی نسل که جلوتر برن اگه مسائل حل نشده داشته باشن یعنی نسل بعدی وضع بدتری خواهد داشت از نسل قبلی به yeah. خاطر ببین دون... این یه گفته ایه که اه, یه گفته ایه که من از خودم نمیگم اینو یه نفر دیگه گفته که اینه که life presents you with people and circumstances to show you where you need to work on yourself so اه, فارسیش هم ببخشید که اینو انگلیسی گفتم چون. <laughs> فا فارسیش اینه که این زندگی شما رو با انسان ها و موقعیت های رو به رو میکنه که بهتون نشون بده کجا نیاز هستش که روی خودتون کار بکنین ولی خب ما اصولا بلایند هستیم نمی بینیم. انگار که چشممون رو میبندیم به خاطر اینکه همیشه کامفورت رو میخوایم راحتی رو میخوایم برای این انتخاب بکنیم که اونا رو بخوایم ببینیم دردناکه برامون چون همین که توی اون محدوده راحتمون هستیم فکر میکنیم که خب این همون موضوعی که دوباره دفعه قبلی راجع بهش صحبت کردیم دیگه نمیخوام تکرار بکنم چرا بکنید بعد از اپیزود قبل گفتی که راحتی لزوما امن بودن نیست همون همونو منظورم دقیقا همین نه بگیمش خوبه آه اوکی سو که چون وقتی که یه چیزی برای ما آشناس لزوما امن نیستش یا هر چیزی که واسه ما راحته به دلیل اینکه کارآمده نیستش من یه همچین کانسپت های میخوام رو... یعنی the point is that به خاطر همین ما نمیان باهاشون رو به رو بشیم پس بنابراین از یه نسلی به یه نسل دیگه منتقل میشه چون کاری براش نکردم خیلی زیباست یه نکته هم در ادامه حرف کارون یه سریالی بود که در موردش هم صحبت کردیم حالا چون سریال لست رو تازه گیدیم اسمشو اون هم یه آس داره توش یه خونه من یه مده. مثلا فکر کنم سیزن اولش رو دیدم بعد ندیدم خیلی وقت بعد چند روز پیش حوصلم سر رفته بود گفتم هم رندوم یه اپیزود ببینم بعد حالا کسایی که سریال رو دیدن خیلی تو زمان حالا کارگردان جوری که نوشته مثلا میره عقب میاد جلو خیلی جالب بعد قشنگ اینو نشون میده که اتفاقات یا اون تراما هایی که تو نسل پیش بوده قشنگ نشون میده که هی به نسل بعد انتقال داده داده میشده و به اون کاراکترهایی که حالا ما داریم تو سریال میبینیم دیگه اون کاراکترها تصمیم گرفتن که دیگه بسه و دارن حالا خیلی واسهشون سخته و دارن خیلی این موانعی که دارن و سر راهشون رو چیز میخوان خیلی قشنگ رو به تصویر میکشه <applause> به همین کسی که توی یه خانواده یا متوجه این موضوع میشه مثلا می بهش میتونی بگی سایکل بریکر یعنی داره این چرخه رو میشکونه <applause> و اون شخصی که اینو اولین بار شروع میکنه روش کار کردن آگاه شدن ناخداگاه سنگین ترین بار رو داره میکشه و اون شخص احتمالا بیشترین درد و کشیده که به یه نقطه رسیده که گفته دیگه دست از این بیشتر نمیتونم باید شروع کنم یه کاری بکنم برای خودم آه. چون این سیستم هایی که ما آردی داریم توی خانواده همون یا توی این روش زندگی کردن کار نمیکنه. I need to do something so میخوام یه کار دیگه بکنم و اون شروع میکنه آگاهی پیدا کردن و ناخداگاه همه آدم های توی خانواده هم چشمشون باز میشه اوکی oh, okay. راست داره میگه و این ولی این راحت نیست این به این راحتی به دست نمیاد خیلی کار سختی اون سایکل بریکره اون کسی که اون چرخه می رو میشکونه همیشه سخت کار کارو داره انجام میده انگار هم. که بار یه نسل رو داره میذاره زمین ولی بزرگترین کار رو با ارزشمندترین کارم هم همون شخص داره انجام میده حالا امیدواریم که این صحبتایی که ما اینجا میکنیم همین نقش کسی که اون حالا حلقه معیوب رو در واقع زنجیره معیوب رو پاره میکنه رو برای جامعه بزرگتر ما حالا تا حدی بتونیم انجام بدیم باز بشه که حالا صدف توی خانواده مثالش زد ما توی خانواده بزرگتر جامعه ایرانیا به خاطر اینکه حالا انگیزه اصلی اون هم واسه شروع کردن این سلسله اپیزودها همین در واقع هایی بود که مهم. اون نظام داره به ایرانیا وارد میکنه امیدوارم این چرخ معیوبه رو ما یه کمکی بتونیم بکنیم که شروع کنیم به شکستنش یه چیزی دیگه فلاش دیگه هم میخوام به اپیزود قبل بذارم چند تا مطلب هفته پیش گفتی که خیلی روی من تاثیر داشت خیلی بهش فکر کردم با مطرح کردم با کسی که خیلی بهش اعتماد داشتم یکی حالا همون اه، اه، چیزی بود که یه ذره پیش بهش اشاره کردیم که خیلی دوست دارم که کمک کنی یادم رفت آره, آره جایی که آشنای امنیست و دو دومین مطلب اینه که دقیقا به همون دلیل ما میخوایم برگردیم به جایی که امنه یه ترسی وارد میشه احساس خطر میکنیم میخوایم برگردیم به جایی که امن و آشناه اون امن و آشناه. ببخشید اون آشناه لزوما امنیت توش نیست صرفا آشناه ولی اون ترسه که به ما وارد میشه چون سیستم عصبی میخواد شما رو توی شرایطی قرار بده که زنده بمونید چون سالم به در ببرید خیلی بزرگتر از خطر واقعی که در بیرون هست به شما جلوه داده میشه حرفی که هفته پیش زدیم بود که مثل یه اتاق تاریکیه که خیلی برات ترسناکه ولی اگه یکی دست تو ببره به برات توی اون اتاق چراغ روشن کنه یه ذره توی اون محیط بمونی میبینی که اونقدرها هم ترسناک نیست این رو من برای این روش تاکید میکنم که تجربه شخصی خودم من آدمی بودم که فکر میکردم باید تمام حالا کانفلیکت ها و در واقع نارضایتی هایی که هست رو مسکوت گذاشت و ازش گذر کرد اینا به مرور خودش حل میشه ولی به هیچ وجه این اتفاق نمیفته همونجور که صدق گفت اینا روی هم جمع میشه یه جایی ممکنه آدم به جایی برسن که دیگه نتونن تحملش کنن امه. و کسی که اینجوری عادت کرده خود من خیلی سخته که اول آدم بخواد مثلا مواجه بشه حرفای سخت بزنه امه. اینا سختیش برای اولشه وارد که میشی یه مدت که اون سختی رو در واقع تحمل میکنی باعث میشه که دفعات بعدی راحتتر باشه و واقعا میبینی اون اتاق تاریکه اونقدر ترسناک نیست یواش یواش روشن میشه دقیقا همینطوره ببین یه چیزی که الان اشاره کردی بهش این بود که این سختیه یه جا جمع میشه و آخر سر ظرفیت ما پر میشه so, یا اینکه بدنت به این نشون میده به شکل بیماری به شکل هزار جور چیز مختلفی که توی بدن خودش رو نشون میده یا یعنی اینکه واقعا به اون نقطه شکسته شدن بریکینگ پوینت میرسی و از لحاظ روحی به اون ظرفیت تکمیلت میرسی یعنی سایکیت نه بایالوجیت نه جسمت نه روحت به اون خستگی میرسه و میخوای واقعا واسه یه کاری انجام بدی so, um, جفتش درناکه چه بیماری رو بخوای ت... بیماری جسمی رو بخوای تجربه کنی چه بیماری روحی رو بخوای تجربه بکنی چه به اون درموندگی و کلافگی برسی اینا همشون سخته سو so, این سختی که بخوای کاری رو انجام بدی برای خودت به مراتب بهتر از اون سختیه که اروسیف هست آینده هستش و هی اکیومولیت میشه جمع میشه توی بدنت و بلند مدت میمونه پیشت و کاری هم براش نمیتونی بکنی سو so, از اون حالت درموندگی خودتو رو نجات میدی درسته که روبرو شدم با اون دردا ترسناک سخته ولی ات دی اند ریواردینگه آخرتر به اون نتیجه میرسی یه سه دیگه هم که گفتی اینه که اون سایکل بریکر اون شخصی که خانواده رو من مثال زدم و مثال جامعه رو زدی من همیشه از زمانی که با این موضوعات آشنا شدم و خودم کاملا ترانسفورم شد زندگیم یعنی اصلا مسیر زندگیم کاملا عوض شد یعنی اصلا از توی یه راه دیگه ای کلا اصلا پرد شدم توی یه راه دیگه یعنی اون صدف پنج شیش سال پیش و بچه ها میگن خوب فامیل داریم اینجا شاهد دارم <تصح> ما قبول میکنیم از شاهد اون صدف پنج شیش سال پیش و من خودم هم که بهش نگاه میکنم میگم و اون کی بود اینقدر دیسکانکشن عمیقه I'm like, این کی بود؟ این چه, چی بودش؟ این <laughs> what was going on؟ و انقدر این تغییر واسه من uh, سازنده بود انقدر واسه من آرامش دهنده بود fulfilling توی انگلیسی میگن ارزا کننده اوکی okay. نمیشه fulfilling یعنی نمیدونم اغنا کننده yeah. بودش برای من که خیلی اخو... ب... من حتی, نمیتونم... من حتی ایدن... نمیتونم تکرارشم بگم اینقدر <تصفح> <تصفح> واسه خودم پیوتا بود همین همون کلمه که شما گفتی بودش نقطه عطف نق... نط... نط... نقطه عطف بودش آه... که اصلا میخواستم میخواستم همه ایرانی های دیگه هم این باشه و همیشه دغدغه دق فکری من این بود که من اینا رو چجوری به فارسی ترجمه کنم چیکار کنم من اینا رو فر فارسی بنویسم من اینا رو میخوام به فارسی بگم چون تو انگلیسی خیلی هستش این زیاد حرف میزنن یا حتی کسایی که فارسی زبون هم هستن که انگلیسی انگلیسی بلدن دکن عکس میتونن دسترسی پیدا بکنن ولی کسی که انگلیسی بلد نیست چیکار بکنه سو دغدغه اصلی من این بود که همه چیزو به فارسی ترجمه بکنم و از روزی هم که توی این مسیر قرار گرفتم خیلی ترجمه زیادی کردم. حتی توی اینستاگرامم هم, هم که مطالبو شیر میکنم همیشه هم انگلیسی شیر میکنم هم فارسی برای هدف اصلی و توی کلاس ها و اینا که شرکت میکنی همیشه ازت میپرسن چرا اینجایی و من همیشه اولین جوابی که میدم اینه که میخوام اینو یاد بگیرم و برم به مردم فارسی زبون بگم برای اینکه میدونم که اگر که چون خودم اینو زندگی کردم میدونم که اگر که این اطلاعات رو دسترسی پیدا بکنیم ما آدمای ایرانی چقدر نجاتمون میده چقدر ما اگه اینا رو بلد باشیم توی همین انقلاب ما رو میتونه ببره جلو <applause> که از اون حالت از اون حالتی گیر کردگی بیایم بیرون از اون حالتی که تو سرمون گیر کردیم بیایم بیرون و این زندگی رو امبادی بکنیم یعنی اون زندگی که میخوای و نه تنها زندگیش بکنی ولی توی سلولای بدنت تو بدنت احساسش بکنی ب... به اون تبدیل بشی به اون چیزی که میخوای تبدیل بشی نه فقط حرف بزنی چون ما خیلی آدمای حرف... حرف, حرف 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 زیاد حرف زیاد میزنیم سو so, حرف زدن ما رو تو سطح کله نگه میداره تو سطح فکر نگه میداره ما می‌خوایم بیایم توی بدن و اینو امبادی بکنیم این, این مسائل و این مطالب رو بر همینه که امروز این مبحثش خیلی مهمه اگه بذارید نخیر خیلی قشنگ حرف زد برای همین ما ازت میخوایم که بیای همه اون چیزایی که ترجمه کردی رو به مرور بگی اینجا یوتیوب چنل دست به مهر بازی جوکینگ حتما تو یوتیوب چنل خودت چهار تا سیویل نشستن سوال کنن ما کجا ما رو شاید دعوت کردن چهار تا دیگه نشستن من یه چیزی ببخشید بگم من قبل اینکه بیام داشتم یه ویدیوی روانشناسانه میدیدم یه مفهومی که چون لفظ انگلیسی شد درست یادم نیست به کار نمیبرم ولی بگم اگه آشنا بود بگو تا شجب این صحبت می کردش که فرض کنید شما یه سطحی رو در نظر بگیرید یه جسم سختی به این سطح وارد میشه و این رو میبره پایین دو حالت ممکنه پیش بیاد وقتی ما این جسم سخت رو ور داریم از روی اون سطح ممکنه که این سطح برگرده به حالتی که اول بوده ممکنه شما این رو که ور می‌دارید این سطح بیاد به یه جایی بالاتر از جای قرار بگیره که اول بوده یا ممکن سه حالته یا اینکه پایین تر قرار بگیری یعنی باعث یه تغییر منفی توی آه. اون سطح بشه داشت تراما رو این توضیح میداد فرض کنید مثلا یه گلی هست یه ترامایی حالا وارد شده این برگاش میریزه این میشه موندن توی اون سطح تراما ولی ممکنه این برگاش که ریخت باعث بشه که این بزرگتر رشد کنه این میشه گذر کردن و رشد کردن بعد از شما مثال ورزش کردن رو هم میزد میگه شما وقتی میرید توی جین وزنه میزنید خب ازولاد واقعا خورد میشن اونجا <applause> میشکنن ولی این باعث میشه که بشکنن و به هم وصل متصل بشن و رشد کنن <applause> و بزرگتر از قبل بشن حس کم اینا مرتبط به حرفایی که صدف میزنه اون نفر اولی که اون درد رو تحمل میکنه و متوجه میشه احتمالا میشکنه خورد, خورد میشه ولی اگه تو راه درستش قرار بگیره این میتونه در واقع اون تکه های شکسته شده رو به هم بچسبونه و رشدی رو به وجود بیاره که بدون اون شکستنه میسر نبوده مثلا. دقیقا ما بارها و بارها و بارها باید بشکنیم خودمون باید بشکنیم اون تصاویری که از خودمون داشته باید باید شکسته بشه بعد سوگواری بکنیم اون مدل های گذشت همین صدفی که دارم راجع به شرف که پنج سال پیش من امروز بهش نگاه میکنم میگم این کی بود از دست دادن اون شکسته شدن اون از بین رفتن اونو باید من سوگواری بکنم که بتونم به یه صدف جدید تبدیل بشم و این مسیر خودش ترسناکه این مسیر خودش دردناکه و این مسیر خودش خیلی تنهایی داره چون هیچکس نمیدونه که تو داری چی کار میکنی اینجا نمیدونه که چه دردی رو داریم کشی هیچ کس هم نیست اصلا امکان نداره نزدیکترین کسا هم بهتر هر چه قدم میخوان بهت کمک بکنن این یه تجربه تنهاییه ولی اون گروث میاد مثل یه ابریویشنی داره این چیزی که الان داری میگی گروت بعد از تراما هستش مثل پی تی اس دی این فریجیبیلیتی چی توی مایا بود لفظ او یه سایکولوژیکال ترمش داری استفاده می‌کنی همینه درست همین ترم رو درست گفتم یا اشتباه گفتم ایت sounds لایک like that خودم چون, چون یه لحظه من الان از ذهنم پرید فریجیبیلیتی چی توی مایا بود ولی گروت بعد از تراما هستش چون یه لحظه دی... که داری راجع بهش دی... صحبت آره. می‌کنی ولی دات دات توی حقیقتش همینه حقیقتش اینطوریه که تو باید بارها و بارها اون تصوراتی که از خودت داشتی نابود بشن و دوباره از سر خودتو بسازی چون اینا ریشه عمیقی دارن و مخصوصا ما آدم ما ایرانیا به خاطر اینکه فرهنگمون خیلی غنی هستش به خاطر اینکه خیلی از جاهای مختلف اطلاعات به ما وارد میشه لایه های این دردامون خیلی عمیق تره تا یه شخص غیر ایرانی یعنی هر, هر کشوری که فرهنگ غنی تری دارن مذهب توش خیلی پررنگه باورای متفاوتی هست اینا درداشون لایه لایه تره تا یه کشوری که کمتر کشور جدید تر مثل مثلا کشور کانادا که خب بازم آدم مهاجر نه آره ولی خب کشورها متفاوته دیگه به خاطر همینه که مثلا اگر که اون درمانگری که پیدا میکنی یا اون کسی که میخوای باش کار بکنی خیلی مهمه که از فرهنگ تو باشه یعنی نه که نسسری از فرهنگ تو باشه ولی فرهنگ تو رو بفهمه که بتونه مهم مهمه. خیلی مهمه یا اینکه یا اینکه اسمش از cultural competence یعنی درک فرهنگی داشته باشه از تو از تجربه تو بهت خیلی بیشتر کمک میکنه سو so, حالا بریم برسیم به <laughs> ذهن و بدن وقتی که ما در مورد سایکالوجی حرف میزنیم توی کانونشنال با زور من این کلمه رو گفتم توی حالت روال روزمرهش بیشتر سایکی راجب سایک داری حرف راجع راجب روحت داری حرف میزنی یعنی به ذهنت فکر میکنی داری حرف میزنی ولی در واقع ما سه تا مرکز داریم توی بدنمون که به ما اطلاعات که به ما اطلاعات میده مثل مغزمونه we have three brains. سه تا مغز یکی یکیش این برینه که این بالاست که سنتریه که همه باهاش آشنا من ندارم یکی دیگه قلبمونه سو so اینجا قلبمون داره به ما مسیج میده داره با ما صحبت میکنه ارتباط برقرار یکی دیگه گاتسمونه روده هامونه سو so این سه تا با همدیگه دارن فرماندهی میکنن که ما یه بار دیگه من دنبالین لغت بودم خیلی عوض میخوام چون مهمه برام یکی مغزمونه یکی قلبمونه یکی گاتسمونه روده هامونه که این ستا همزمان دارن با همدیگه توی, توی هماهنگی سینک هستن همشون با هم همزمان دارن کار میکنن سو وقتی که ما داریم راجع به دردای سایکولوژیکا حرف میزنیم تراماها ها صحبت میکنیم خیلی ساده لوح ساده لوحی ماست که فقط به ذهن بپردازیم <applause> به خاطر همینه که شیوه های قبلی درمانگری کوتاه مدت کار میکنه بلند مدت کار نمیکنه و اینکه باید به بدنت بپردازی هر چقدر که چیزها رو توی ذهنت نگهداری توی سطح منطق میمونه توی ما به تکنولوژی میتونیم دست پیدا بکنیم میتونیم به ابزار جدید دست پیدا بکنیم به منطق دست پیدا بکنیم به نالج به دانش دست پیدا بکنیم ولی هیچ وقت به خرد دست پیدا نمی کنیم اگر که این ستا رو با همدیگه هماهنگ و هم همسو نکنیمشون <applause> ما نیاز داریم که این ستا مسیجینگ سنترمون همیشه با همدیگه همسو و هماهنگ باشن ذهنمون از بدنمون جدا نیست به خاطر اینکه اینا فرمان میدن قلب من داره ضربان قلبمو کنترل میکنه و, داره یه نروس سیستم یه سیستم عصبی دور قلب من هست یه سیستم عصبی توی روده های من هست که داره مسج میده به مغز من فرمان داره میده مدل نفس کشیدنمو داره کنترل میکنه مدل ضربان قلبمو داره کنترل میکنه اون احساسی که توی شکمم احساس میکنم اون سیستم گوارشیمو داره کنترل میکنه به خاطر همینه که کسایی که استراب دارن اصولا مشکلهای سیستم گوارشی میگیرن مثلا یبوست تجربه میکنن نمیدونم اسهال یا برعکس یا بین این دوتا باونس داره یا دل, دل هوره حالت تهوع میاد بالا یو you know, این از روده میاد از دل ش... فارسی هم میگیم دل شوره به خاطر اینکه از استراب از دلت میاد سو so این ستاس با هم دیگه هماهنگ که باشن ما میرسیم به خرد و میرسیم به اینسایت میرسیم به دانش درونیمون و این ستاره رو باید همیشه هماهنگ بکنیم و اینا که تو هم با همدیگه هماهنگن اون موقع تمام سیستم های دیگه بدنمون با همدیگه هماهنگ میشن مثل سیستم دفاعی بدنمون سیستم دفاعی بدنمون یکی از مهمترین سیستمایی که با مغزمون با این احساسات با این قلبمون و اینا در ارتباطه چه هر چقدر که ما احساساتمون و اموشنمون رو سوپرس بکنیم سرکوب بکنیم در واقع داریم سیستم دفاعی ایمنی بدنمون رو سرکوب میکنیم هم. و به خاطر همینه که بیشتر مریض میشیم سو نگاه کن که وقتی که کووید اومده بود آدمایی که استرس داشتن زودتر مریض شدن زودتر کووید رو گرفتن چرا چون سیستم دفاعی بدنشون از قبل ضعیفتر بودش سو ایمیونیتی بدنت میاد پایین ضعیف میشه چون اونو داری سپرس میکنی همینطور که احساسات تو سوپرس میکنی فانکشن دیگه بدنت هم داری تحت فشار قرار میدی و تنش توی بدنت درست میکنی هرچقدر که نفس عمیق نکشی ماهیچههای ماهیچه های بدنت منقبض تر میشن قلبم یه ماهیچه است قلبت منقبض تر میشه بقیه روده هات منقبض میشه سو به خاطر همین از از بلنس خارج میشه حرفم اینجاست که از تعادل بدنت خارج میشه اون ارتباط اون ریتم اولیه که گفتم شکسته میشه و بنابراین فشار بیش از حد غیر unnecessary آنسساری به بب... غیر منظوم. نه نالازم مثلا <applause> آره فشار غیر, ضروری. بیجا غیر ضروری غیر ضروری به بدنت میاری اه میتونم سوال بپرسم این هماهنگی بین این سه که گفتید یعنی چی هماهنگ باشن مغز و قلب و روده حالا دل چیزی که اینا رو هماهنگ میکنه سیستم عصبیته که بتونی سیستم عصبی رو تنظیم بکنی هر چقدر که سیستم عصبیت تنظیم تر باشه این ستا با هم هماهنگ ترن امنیت درست میشه توی بدنت ام سیستم عصبی هم از دو تا بخش تخش تشکیل شده سیمپتریک و که این دوتا قراره که همدیگر رو تعادل بدن وقتی که سیمپتریک میاد پرستیمپتریک باید بیاد این رو بلنسش بکنه وقتی که ما تو حالت عادی هستیم و یه تجربه سختی رو داریم باز دوره من یه نمودار دارم که actually I you, که شما که اینجا هستین ببینید تو نگاه کن وقتی که وقتی که حالت عادی هستش تو حالت عادی هستی این سیمپتریک پرسیمپتریک همدیگر رو همدیگر رو تنظیم میکنن. ولی وقتی که یه, یه بحرانی ایجاد میشه جفتشون همزمان فعال میشن و نمیتونن همدیگر رو تنظیم بکنن نقش هر کدومشون چیه؟ الان میگم سو so, مون مال استرس استرس درست می، استرس میاره سو so, در واقع همون فایت اور فلایت یعنی اینکه یا حمله کن یا فرار بکن یه حالت نجات میخواد ما رو نجات بده میخواد سروایواله میخواد برای ما ما رو ببره توی امنیت سیستم عصبیمون همیشه همونطور که قبلا هم گفتم هر چهار ثانیه یه بار دنبال سرنخ‌های امنیت و خطره و همش میخواد ما رو ببره توی امنیت سو so, این سمپتری وقتی که روشن میشه میخواد ببرت توی امنیت و این چیز بدی نیستش ما صبح که از خواب بلند میشیم سمپتری که ما رو از خواب بلند میکنه وگرنه اگه تو حالت سیمپتریک باشیم بیشتر خواب میمونیم و پرسیمپتریکمون هم اون حالت رستن دایجسته که میخواد ما رو بیاره تو حالت تعادل میخواد ما رو بیاره تو حالت استراحت و گوارش که بتونیم, بتونیم تجزیه و تحلیل بکنه تجزیه بکنه مواد غذایی رو توی بدنمون سو so ما وقتی که تحت فشار هستیم این سمپتریک همش فعاله وقتی که ما گیر بکو یا اینکه پراسیمپتریکه فعال میشه هر کدوم هر کدوم از این استیت ها که ما گیر بکنیم اگه توی سیمپتریک گیر بکنیم توی حالت سروایوال گیر میکنیم یعنی همش میخوایم خودمون رو نجات بدیم همش فکر میکنیم که اومگا یه خطری هست من باید یه کاری بکنم براش و اکثر اکثر آدم ها متاسفانه توی این دنیای مدرنی که ما داریم زندگی میکنیم همه بیشتر توی سیمپتریک گیر کردن یعنی انقدر از بلنس ما خارجیم که هممون ما توی سیمپتریک گیر کردیم همش داریم let's do this let's do that. این کارو بکنم اون رو بکنم حالا چی کار کنم what is next هیچ وقت به خودمون یه بریک نمیدیم یه استراحتی به خودمون نمیدیم ولی پرس ولی حتی اگرم که توی پرسن گیر بکنیم اینجوریه که دیگه دنیا به آخر رسید دست آه... به هیچ دردی نمیخوره من هیچ کاری نمیتونم بکنم ناامیدی و یأس و کلاپس uh, یعنی uh, فروپاشی دو... آها آه م... فروپاشیه یعنی میری توی دورسا یعنی باز خیلی خودش برنچ های مختلفی داره سو so میری توی دورسال شات داون یعنی همه چیز خاموش میشه همه چیز تاریک میشه سو so توی هیچ کدوم از این دوتا گیر کردن چیز خوبی نیست این دوتا قراره که با هم دیگه کار بکنن یعنی در طول روز اینه یه نردبون بهش میگن آرونامک Nervous System Ladder این نردبون رو هی میخوای بری بالا هی بیای پایین هی بری توی حالت اینکه اومگا چ خوبه برم کار کنم فعال باشم ام چون سیمپتریک وقتی که خوب داره کار میکنه همون انرژی درایو رو بهت میده که بلند شم برم یه کاری بکنم خلاقیت رو بهت میده اون چیز بدی نیستش ولی باید این تعادل داشته باشه باید بری از نردبون بالا بیای از نردبون پایین تا بتونی این تعادل رو حفظ بکنی سو وقتی که ما توی حالت بحرانی هستیم توی یکی از اینا گیر میکنیم یا اینکه خیلی از آدما شات میکنن برای اینکه خیلی وحشتن it's an overwhelm to the system به سیستم عصبیشون um, overwhelm um, خیلی زیاده برای آره خیلی زیاده واسه سیستم عصبیشون که باهاش رو به رو بشه سوال بپرسم um, چیزی که اصل اینه که وقتی آدم ها توی این استیت باشن حالا تو هر کدوم از این استیت که تو گفتی خیلی سخته که تو بخوای خودت بفهمی که چه مشکلی وجود داره of اول اینکه چه جوری باید این اصلا سلف داگنوس میشه یه همچین چیزی یا اینکه حتما باید بری پیش یه نفر و کلا اون پروسه یه رفتن پیش یه نفرم هم خب خیلی سخته به خاطر اینکه اول نمیدونی نما چی با صحبت بکنی نمیدونی مشکل از کجاست آدما من همیشه بر این باور بودم که همیشه آدما میدونن وقتی یه مشکلی وجود داره خود آدم میفهمتش یه جوری درکش میکنه شاید نتونه دقیقا دستشو بذاره رو مشکله ولی میخوام بدونم چه جوریه که آدما میتونن از کجا باید بفهمی که نیاز به کمک داری و نیاز به چه کمکی داری مرسی از این سوالی که پرسیدی همونطور که گفتی ما همیشه یه اینتویشنی داریم یه چیزی هست این این اگزرسایز و این تمرین رو گبار همیشه وقتی که توی یه جای جمعی داره صحبت میکنه همیشه این سوال رو میپرسه میپرسه که اینتویشن مثل حالت ندای درونی یه صدای تو وجودت میگه میپرسه که مثلا کی بود که شما های اینتویشنی داشتین یه, داشتی؟ یه صدایی تو وجودتون یه چیزی بهتون گفت و نادیدش گرفتین بعد یه سری آدم دستشون رو میبرن بالا بعد میگه که کی بود که بر این نادیده گرفتن به ضررتون تموم شد دوباره یه سری آدم خیلی زیادی دستشون رو میبرن بالا بعد میپرسه کی بود که بهش گوش دادین یه مقدار آدم کمتری دستشون رو میبرن بالا و بعد میپرسه که خب نتیجه این که بهش گوش دادین آیا ضرری براتون داشت چند, تا چند نفر به وقتی که به این ندای درونیشون گوش دادن براشون خطرناک بود براشون ضرر داشت یکی یا دو نفر دستشون رو میبرن بالا چون ما همیشه میتونیم اون ندای درونیم ببین یه چیز این خیلی فرق داره با اون نویزایی که کارون حرف میزد متفاوته این با اون نویزایی که کارون داره حرف میزنه متفاوته این یه یه نوینگیه یه چیزیه که خودت کمتر بهش شک داری یعنی میدونی که something is wrong نمیدونی چی همونطور که گفتی شاید نتونی دستتو بذاری بگی این ایراده الان یا این اینجا کمک میخوام ولی میدونی که یه چیزی هماهنگ نیست یه چیزی از ریتم خارجه همین برای تو کافیه just همین برات کافیه به اون حتی اگه راجع به همین ناامنیت با یه دوستی که بهش اعتماد داری صحبت بکنی همین که شنیده میشه همین که اینو به زبون میاری باعث میشه که این کم کم سیستم عصبیت آرومتر بشه و بتونی واقعا به اون چیزی که توی وجودت به کمک نیاز داره دسترسی پیدا بکنی شما بفرمند برای یه سی که حالا وجود داره اینی که بعضی موقع آدم از اینکه که سوء برداشت بشه نسبت به حرفی که دارم میزنم میترسن یعنی مثلا تو فکر میکنی که این دوست من یکی از بهترین دوستام هم هست هر روز هم میبینمش خیلی هم با هم خوبیم خوبی و همه چی هم میفهمه ولی این که بخوای براش یه مشکلی رو توضیح بدی یا یه احساسی که داری یا اینکه سوء برداشت بشه یا اینکه شاید اون طرف توی اون استیتی نباشه که واقعا بخواد به تو کمک بکنه خودش این بعضی موقع احساس میکنم از این آدم ها میترسن که جلو نمیرن که بخوان در واقع حالا شما میگی که با دوست مطرح بکنیم شاید به خاطر اینه که حدس میزنم که آدم‌ها کمتر در موردش صحبت میکنن و همیشه دنبال یه پروفشنال هلپ میگن یعنی به نظر من بهترش اینه که دنبال یه کمک در واقع oh, sure. کلینیکالی بگرد yeah. اون, که حتما، اون که حتما همیشه بهترین آپشن هستش که بری با یه کسی که هم قضاوتی نداره هم پیشفرزی نسبت به تو نداره و هم اونجاست یعنی تنها نیتش که اونجاست اینه که به تو کمک بکنه هیچ نیت دیگه ای نداره و این, این وظیفه مثلا من که درمانگر هستم تنها وظیفه و اینتنشنی که دارم تنها هدفی که دارم اینه که بتونم به یه نفری کمک بکنم و بعض وقتا کلانت ها میان از من میپرسن مثلا من الان به نظر شما من چیکار کنم I'm like I don't know <laughs> نمیدونم تو چی میخوای امروز بیاری با هم حرف بزنیم تو امروز به چه کمکی نیاز داری هیچ پیش فرضی ندارم براش هیچ نقشه ای براش ندارم که بگم که نه تو البته این شیوه درمانی منه ها همه درمانگر اینطوری نیستن هیچ اولا که همونطور که جل... جلسه همونطور که دفعه های قبلی گفتم به عنوان درمانگر اجازه دا... تشخیص بیماری نداری سو من هیچ لیبلی به هیچ کسی نمیزنم و فقط با اون چیزی که داره کار میکنم و یکی از قشنگی های اینی که از بدن استفاده میکنی اینه که تو ممکنه که به کلامت نمیتونی بیاری که چه مشکلی داری ولی بدنت برات حرف میزنه سو شیوه درمانی که من استفاده میکنم از بدن استفاده میکنه من بارها بارها این اتفاق افتاده برم که یه نفر میاد میگه من اصلا نمیدونم ساکت فقط من فقط هدایتش میکنم راهنماییش میکنم که بتونه به اون اطلاعاتی که تو بدنش هست دسترسی پیدا بکنه و اصلا شاید توی کل اون یه ساعتی که ما با هم دیگه نشستیم شاید ده تا کلمه هم حرف نمیزنیم ولی آخر سرش And then that's it. That's all you need. همین گشایشی که ایجاد میشه همین احساس آرامشی که میاد این به خاطر اینه که تو به یه چیزی توی بدنت دسترسی پیدا کردی که حتی به زبونت هم نمیتونی بیاری چون خیلی از این درد و ما برمیگرد پرینیتا هستش برمیگرده به زمان که اصلا ما به دنیا نیامده بودیم یا توی تو شکم مامانمون بودیم یا تو دوران خیلی خیلی کوچیک که هنوز لنگویج سنتر مکانای زبان و گفتار شکل نگرفته تو اصلا ما کلمهاش رو نداریم که بگیم حتی اگه بدونم هم چیه کلمش رو ندارم که بگم تو okay. به خاطر همینه که باید از بدنت استفاده بکنی دسترسی پیدا بکنی به اون چیزی که تو بدنت انباشته شده و خیلی وقتا مراجعه هایی که میان پیش من اصلا لزوما قرار نیست بر من چیزی تعریف کنه اصلا من منتظر نیستم که بهم بگه او اینجوری شد فلان شد حتی اونم به من نگه we can still work with the body میتونیم از بدن استفاده بکنیم و توی حالا چندین سال زندگی بدن تو بدن آدم یاد نمیگیره که این رو بتونه قایمش بکنه صد در صد. اون یکی از سیستم های دفاعی هستش که که اینا رو هی مخفی میکنه ولی هر همون توی گفتم هرچی که امنیت درست بکنی هرچی که محیط امن با داشته باشی بدنت روحت سایکت همه چیز سیستم عصبیت بهت اعتماد میکنه و کم کم بهت نشون میده کم کم بهت نشون میده همه چیزها رو برای اینکه میخوای خوب بشی بخشی از وجودت واقعا میخواد آرامش رو تجربه بکنه همونطور که گفتم همه ما اینجا هستیم که آرامش رو تجربه بکنیم ما اینجا نیستیم که رنج و عذاب و تجربه بکنیم این خودمون هستیم که با اون باورایی که داریم با اون استابرنسی که داریم بعضی وقتا کل شقی مقاومت میکنیم ولی حتی همون مقاومت هم یعنی گبار همیشه یه حرف خوبی داره چون بعضی وقتا ما چیز داریم میتونیم ازش سوال بپرسیم به عنوان همه ها همه درمانگر میتونیم جمع بشیم و ازش سوال بپرسیم سو so بعضی ها میگن که من یه کلاینت دارم خیلی کلاینت مقاوم و سختیه میگه همچین چیزی وجود نداره کلاینت مقاوم و سخت ما نداریم سختی از وجود خودت میاد تو هستی که با کلافه میشی وقتی که کلاینتت نشسته و نه کاری میکنه نه حرفی میزنه این مقاومت توه که داره اینو نشون میده تو باید اون امنیت رو براش ایجاد بکنی تو باید گایدش بکنی تو اونی هستی که دستش داری میگیری سو so, برو رو خودت کار کن و مقاومت هر میشه و آموز آوز. من خودم اینو تجربه کردم با بعد با... تازه... تازه که شروع کرده بودم اینو تجربه میکنم چون همش فکر میکنم که او oh مای باید برسیم به یه جایی بعد یه... یه, چیزی یه بعد او oh wow. ولی همچی چیزی نیستش و این صبوری تو رو نشون میده که بشینی پیش اون کلاینت و اون چیزی که داره میاره به خاطر همینه که رابطه که با دوستت بخوای حرف بزنی خیلی متفاوته با اینکه بخوای بری از یک آدم حرفه کمک بگیری چون اینو یاد اینو من, من رفتم مدرسه که یاد بگیرم چطور حضور داشته باشم کنار یکی دیگه That's all I have to do همه وظیفه که دارم همینه ولی میگن برو با دوستت حرف بزن منظورم اینه که شاید راحت تر باشه که از اونجا شروع بکنی اگه همچین دوستی رو داری شاید واسه بعضی راحت تر باشه که نبرن مستقیم پیش یه پروفیشنال چون نمیخوان با کسی صحبت بکنن So it's up to you. <laughs> So, همه این سیستم های بدن ما ما هورمون سیستم داریم توی بدنمون ایمیون سیستم داریم دایجستیو سیستم رسپتوری نفس کشیدن اینا همه به هم وصلن هیچ کدوم از اینا رو ما دونه دونه نباید بهش نگاه بکنیم همه رو باید همزمان بهشون نگاه بکنیم و این محدودیت علم ماست که این کار رو انجام میده یه, یه فیلد زمینه دانش جدیدی اومده سایکو نورو امیونالوجی یعنی سایکیت نورو یعنی نروس سیستمت و امیونالوجی سیستم دفاعی بدن تو همزمان مطالعه میکنه that, that, این خیلی چیز قشنگه چون ما باید همه رو همزمان مطالعه بکنیم تمام بیماریهایی که تو بدن میاد چه از, از سرطان از um, جا از همه چیز وقتی که تو بدن میاد اینا همش اینفلامیشن تورمه که توی بدن میاد همش از اون چیزای جمع شده است که تو احساسای جمع شده است که میاد توی بدن و اونطوری خوش رو به, به, شکل بیماری نشون میده چون ما یه چیزی رو سوپرس کردیم یه چیزی رو سرکوب کردیم و بدنمون میگه ام دان بس دیگه <applause> این کار رو نکن سو so, وقتی که ما تو شرایط بحران هستیم این چطور دونستن اینا چطور به ما کمک میکنه دونستن اینا به این, به این درد میخوره که اگه میبینی یه روز صبح از خواب بلند میخوای بشی حال نداری از جات بلند شی خود تو سرزنش نکن بگو اوکی حتما نرو سیستمم رفته توی دورسا شاد دان ایتس اوکیه اشکالی نداره حتما دیروز روز سختی داشتم شاید خوب نخوابیدم خوابیدن ما یکی از مهمترین بخشای زندگیمونه که ما همیشه اینو نگلکت میکنیم یعنی سر یه ساعتی بری توی تخت خواب و سر یه ساعتی بلندشی یکی از بزرگترین کارهایی که واسه بدنت واسه سیستم عصبیت واسه سیستم دفاعی بدنت واسه هورمونات میتونی انجام بدی واسه لانجویتی یعنی هر چقدر که میخوای طول عمر سالمتری رو داشته باشی یعنی می‌خوای توی فرض کن که توی این دنیا میخوای 80 سال زندگی بکنی عمر با عزت 60 <applause> سال میخواد زندگی نمیدونم هر چند سالی که میخواد زندگی بکنی یکی <applause> دو هر چند سالی که میخوای زندگی بکنی د... سالم زندگی کردن خیلی مهمه و چطور اینا با چیزای ری... با چیزهای کار کوچیک به دست میاد آب بخوری درست بخوابی like religiously مثل دینت باید فالو بکنی این دینی که دارن میگن اینو فالو بکن در این نیست اون فقط واسه <تصفح> سرتو گول مالیدن دینی که باید فالو بکنی اینه که از خودت مراقبت بکنی از بدنت مراقبت بکنی چی میگن معبد و همه چیز خودتی <تصفح> It's your body your oh, بدنت بدنت تمپله <تصفح> Your body is your temple بدنت همون معبدته و باید ازش مراقبت بکنی باید ورزش بکنی خوب بخوابی تا جایی که میتونی توانایی شو داری غذای سالم بخوری اینه که تو رو روح تو سالم نگه میداره سیستم رو روانی تو سالم نگه میداره همه جای همه بدنت سالم میمونه so that's اینه که اینا رو که میدونی سخت نگیر سیستم عصبی تو که میشناسی وقتی که میبینی خیلی ریاکتیو um, هستی خیلی میخوای از خودت دفاع بکنی میخوای همش حمله بکنی انگار به یه نظر مخالف که میشنوی سلو داون It's, okay. it's, okay. it's okay. می بینم که عصبانی شدی الان این اینو گفت ولی تو که چه slow down یه لحظه صبر کن این این عکس عمل سیستم نروس سیستم توه سیستم عصبی توه این پلنگ نیست که جلو تو نشسته این دوستته این آشناته یا اصلا دوستت نیست هموطنته داره یه نظر مخالف میده نو no پرابلم به من حمله نکرده یاد بگیر که این عکس عمل شدیدی که داری تاثیر سیستم دفاعیته تاثیر سیستم عصبیته تاثیر بدنتی که صفر شده تاثیر اینه که نفس نمیکشی یه نفس عمیق بکش حتی یه قدم برو عقب خودتو یه قدم ببر عقب از اون آدمی که داره بهت خطر ایجاد میکنه چون که شاید نظر مخالف گرفتن برای ما همیشه خطرناک بوده سو اینو یاد گرفتیم که نظر مخالف خطرناکه سو سری دفاعی میشیم این جنریشنال تراما میتونه باشه این کالچرال تراما یا حتی تراما فرهنگی تراما اجتماعی میتونه باشه که ما نظر مخالف گرفت شنیدن رو بلد نیستیم چطوری بشنویم so take a یه نفس عمیق بکه <laughs> یه دستتو بذار روی قلبت دستتو بذار رو... روی دست خودت هر چیزی که هست به خودت وصل شو و حتی یه قدم مراقب که به بدنت داری این مسیج رو میدی که من دارم تو رو میبرم تو امنیت نگران نباش and then ببین چطور میخوای جواب بدی شاید جوابت اینه که من با نظر شما مخالفم ولی چیزی برگفتن ندارم یا yeah, من با نظر شما مخالفم و نظر خودم اینه. That's it. That's all you need to do که بتونیم ریسپکتفولی با با احترام همدیگه رو درک بکنیم، خودمون رو درک بکنیم، برای خودمون امنیت ایجاد بکنیم. بدنمون رو از اون حالت تنش و انقباض و حالت دفاعی بیاریمش توی آرامش بیاریمش توی پرستم پترک. کمک بکنیم وقتی که ما تحت فشار هستیم وظیفه ای ماست که کمک بکنیم که این بیاد پایین که این آرامش و خودمون به بدنمون برگردونیم یه من راجب خواب صحبت کردی یه چیزی بگم بذاره استراحت کنی من رو میخواستم بگم خود بگم نمیخواستم نمیخواستم من... نمیخواستم رو بکشونم این وسط ولی داشتی ولی بیا بکشون نه ولی فکر کنم اوکی باشه فکر کنم من ایمان خیلی الان حالا ایمان نمیدونم شاید بهتر شده ایشالله ولی خیلی بد زمینه تو خواب تو خواب خواب همیشه یه پتوی گرفتی که شاید کمکش آره ولی صد افتاش میگفت مثلا گفتی که بعضی صبح بیدار میشی میبینی که خب روز قبلش شب قبلش بعد خوابیدی حالا متاسفانه خوشبختانه کار من اینجوریه که شب تا نیمه شب بیدارم و خیلی خیلی سخت سویچ یه اتفاقی که میفته اینه که موقعی که میبینی خیلی روز متوالی هم توی روزهای مختلف از خواب بیدار میشی و اون حوصله رو نداری اونم احتمالاً خودش ساینه که به <متحد> <متحد> بدنت همیشه Depressant. بهت میگه بدنت همیشه بهت میگه یا اینتویشنت بهت میگه یا بدنت بهت میگه ام، یه سیگنیفیکنسی که این انقلاب ایران داره الان این اتفاقی که داره تو ایران میفته اینه که از زنها شروع شده زنا بزرگترین پاپولیشن جمعیت جمعیت جامعه هستن که سپرس میکنن نه تنها توی ایران که خیلی زیاد ولی توی همه جا زن و از طریق از, تاریخ که نگاه بکنی زن ها همیشه سپرس کردن و اگه نگاه بکنی سرکوب, شد. سرکوب شدن, و اگه نگاه بکنی آرو امیون دیزیز بیماری های سیستم دفاعی توی زن ها درصد بیشتر از مردها هستش به خاطر اینکه همیشه سپرس شدن همیشه سپرس کردن و چون سیستم هورمونی خانوما خیلی خیلی دلکت هست خیلی حساس هستش مثلا اگه که شما ادامه اگه که مثلا من آب یه مقدار کمتر بخورم یا اگه مثلا من یه هفته یه ماه استرس داشته باشم سیستم هورمونی بدنم کاملا به هم میخوره <applause> اصلا اینو تو بدنت میتونی بفهمی انگشتات مثلا ممکنه باد کنه یا چشمات تغییر میکنه یور بادی اسپیکینگ تو داره باهات حرف میزنه فقط اینه که ما زبونش رو یاد نگرفتیم یا بهمون به یاد ندادن و همش نادیده گرفتیم همش به صورت عادتی زندگی رو زندگی کردیم در حالی که ما یه موجودات داینامیکی هستیم یه موجودات پویا پویایی هستیم آره مرسی باید با خودمون ریتم به ریتم خودمون وصل بشیم یعنی این مهم محت... بگم تنها راهیه که میتونم اینو توضیح بشم به ریتم خودمون بتونیم وصل بشیم یه چیز کوچیک من بگم استراحت بکنید چند روز پیش پری روز آقای لبران جیمز رکورد امتیاز آوری توی ام بی زد رکورد کریم عبدالجبار زد 21 ساله داره توی ام بی بازی میکنه الان 38 سالشه لبران بعد مثلا میانگین امتیازیش از همه جوونا بالاتره یه بدن خیلی عجیب غریبی داره نزدیک یه دو هم خورده قدشه 130 40 کیلو بس رب... از داره آخر غیر از این داره یکی یه خبرنگاره حالا بسکتی خیلی معروفی رفت ازش پرسید تو چه جوری اینقدر پشت سر هم بازی کردی و مظلوم نمیشی میدونید مثلا ام بی فقط سیزن معمولیشون 80 تا بازی یه روز در میون بازی میکنن مثلا فوتبالیست ایرانو ببینید توی یه فصل مثلا سی تا بازی میکنه با بازی هم سنگین تر اینا آره اینا 80 تا با یه روز در میان داره بازی میکنه حالا لبران جیمز معروفی که سالی یکونی میلیون دلار خرج بدنش میکنه حالا اونش به کنار ولی آدمایی که نزدیک لبرانن میگن که لبران دو حالت داره یا خوابه یا داره بسکتبال بازی میکنه هم. اون خوابی که این خیلی تاکید داره روش واقعا توی اون ریکاوری بدنش تاثیر داره تو سن 38 سالگی سبکی که ارائه میده اصلا شبیه آدم سی سیاهی نیست ما وقتی که میخوابیم استجای مختلفی از خواب داریم لایت uh, light sleep, REM sleep and deep sleep so, توی هر کدوم از این مرحله ها که بدنمون میره یه بخشی از بدنمون داره ریکاور میشه یعنی حتی ما وقتی هم که میخوابیم انقدر این معبدی که ما داریم هوشیاره انقدر uh, ارزشمنده که حتی وقتی ما خوابیم و داریم استراحت میکنیم داره برای ما کار میکنه این تنها کاریه که ما میتونیم بکنیم که ازش مراقبت بکنیم ما وقتی که میریم توی رم سلیپ مموری این مغزمون داره ریکاور میشه چیزایی که توی مغزمون هست مموری اون احساس ها اینا داره توی مغزمون ریکاور میشه ما وقتی که میریم توی دیپ سلیپ بدنمون داره ریکاور ارگنای بدنمون داره ریکاور میشه تو تو یه مقدار مشخصی باید رم سلیپ بگیری یه مقدار مشخصی دیپ سلیپ باید بگیری یعنی کوالیتی سلیپت یعنی اون ریکاوری که داری اون فردا صبح چه احساسی داری چه ردینسی داری چقدر آماده هستی که بری برسی به کارهای روزانت بستگی داره که چه مقدار از هر استیج خوابت گرفتی ضربان قلبت توی خواب به کجا رسیده توی وقتی که نروس سیستم رو مطالعه میکنی ما یه چیزی داریم به نام هارت ریت وریبلیتی یعنی چقدر ضربان ببخشید چقدر ضربان قلب بالا پایین میره و چقدر این توی ف... توی ریاضی به همون یاد میدادن این تناوب آره چقدر در واقع مقدار اینکه پایین ترین ضربانی که میزنه و بالاترین ضربانی که میزنه چقدر چقدر با هم دیگه اختلاف بنجوم. آره طول موج مثلا اینجوری چقدر فاصله دارن اینا با هم چقدر میاد بالا چقدر میاد پایین هر چقدر که اینا عدد بزرگتری باشه، از همدیگه دورتر باشه، یعنی کمتر تغییر بکنه، تو سیستم عصبی آرومتری داری. هر چقدر که کوچولوتر به همدیگه نزدیکتره، تو فعالتر سیستم عصبی. سو بنابراین اینا همشون به به همدیگه وصلن. تنفست، مدلی که داری تنفس میکنی، یکی از کارهای دیگه که من انجام میدم، برث ورک هستش با نفس کار میکنم آموزش نفس تمرین نفس و استفاده از نفس به خاطر اینکه ما خیلی وقتا اصلا نفس نمیکشیم در طول روز همش نفسمون رو حبس کردیم مثلا آگاه نیستیم که چطور داریم نفس میکشیم سو so دوباره داریم فشار بیجا غیر الزامی میذاریم روی بدنمون سو so اینا همشون به هم وصله ما یک موجود تکبودی نیستیم همه وجود ما به همدیگه وصله و باید ما آگاه باشیم از بدنمون از ضربان قلبمون از نفسهامون از سیستم عصبیمون از حرکت چشممون یه شیوه درمانی دیگه هستش که EMDR از حرکت چشم استفاده میکنه که بخواد شما رو درمان بکنه همه چیز اصلا انقدر مهمه زبونت کجا دهنت نشسته آیا زبون تو چسبوندی به سقفت یا زبونت پایین ریلکسه و اینو اگه دقت بکنی یا فکتو تو چقدر محکم نگه اگه دقت بکنی در طول روز پشت کامپیوتر نشستی یا داری مثلا رانندگی میکنی فک تو احتمالا محکم نگه داشتی زبونت هم چسبیده به سقف دست یعنی داری به نروس سیستمت میگی something is gonna go really bad یه چیز خیلی بده قرار اتفاق بیفته یا شولدرات تو اینطوری بالا نگه داشتی من خودم اینو راجع خودم نوتیس میکنم بعضی وقتا شولدرم بالا نگه میدارم اندرم لاک صدفه تو که بیا پایین سو so, اینا همهشون به هم دیگه وصلن آگاه باشیم به بر همین یه دلیل دیگه که تو آینه نگاه میکنه نگاه کردن کمک میکنه اینه که به تغییرای صورتت به تغییرای بدنت شونه ها دقت میکنی و آگاه میشی so that's من یه سوال برای حالا نمیدونم اختتامیه یه ساعت در فرق شما که مثلا همجا نشستین همطوری دارین آدما رو چیز میکنید نگاه میکنید مثلا خب این روش گفتی که نمیدونم روش مثلا چشمشه ناخداگاه این کار رو انجام میدین یا نه ام نه من هیچ وقت آنالیز نمی کنم کسی من میگم حتی مراجعه هم, هم که میاد هیچ پیش فرضی نسبت بهش ندم هیچ آنالیزی نسبت بهش ندم اصلا هر چیزی هم تا... حتی سیستم عصبی تو هم داره همه رو اسکن میکنه س... صورت فیشال اکسپرشن همه رو داره نگاه میکنه اسکن میکنه حالت بدنش رو اسکن میکنه فقط ازش آگاه نیستی آره من احتمالا همه این کارو میکنیم ولی نمیدونم از اون اینفورمیشنی که میگیرم چه جوری برد... یعنی استفاده بکنم یه کسی که یاد گرفته آیا تا مدت شما آدمایی که میبینید دارین اینطوری آنالیز میکنید که خب این بند خدا شاید من آنالیز نمی کنم آدم ها رو ولی خب وقتی که میبینم ممکنه که اگه توجه هم و بذارم روش ممکنه که بتونم مثلا بگم که او این شاید مثلا دپرشن داره مثلا شاید ولی, ولی I'm not supposed to هیچ, و هیچ وقت هم نمی کنم این کارو یه نکته رو ما میکنم اون وقت هم اونی که تو تو ذهنته جادوگره که یه جا میره همه رو میتونه بفهمه داستانش یه نکته که حالا تو اپیزودهای قبلم یه جورایی بهش اشاره شده بود و برای من یه ذره جای سوال داشته شاید بتونیم بگیم که یه کمی شاید بعض اون موضوعاتی که مطرح میکرد و به چالش میکشید این کردیت دادن زیاد به بقیه اعضای بدن به جز مغزه یعنی من حالا بکراندی که دارم تو دانشگاه فیزیولوژی خوندم مغز بالاترین سطح قرار میگیره تو کل بدن و تو ذهن من اینه که بقیه اعضای بدن یه جوری تابه تاره تابه مغزن و هیچ هیچ چیزی نیست یعنی مثلا اگه یه پس یه تکنولوژی بیاد که بتونیم ما مغزمون رو بذاریم رو روی یه بدن دیگه بقیه اعضای بدن اون شخص هیچ دخیل نیستن توی حالا اون فانکشنی که قرار اون کل اون بدن انجام بده میخوام هم این حالا خودم هم الان که دارم بهش فکر میکنم شاید اصلا یه دیبیتی باشه بین افرادی که حالا خیلی ساینتیفیک در مورد همون فیزیولوژی اینا و از روان درمانی و اینها البته میگم حالا برخلاف حرفای تو هم نیست من میخواستم اون برداشت خودم رو بگم که حس میکنم بازم اون مغز است که اون با، رو رئیس کل دیگه یه جوره یا yeah, مثل مغز آدمیزاد مثل اتاق فرمان میمونه mm -hmm. خب ولی تنها کار نمیکنه مسجا رو از, از جاهای دیگه بدنت میگیره به اینکه ما این نرو سیستمی که راجع به شرف میزنم یه نروی داریم به نام ویگس نرو که این بزرگترین نروه توی بدنمونه و شعبه همه جای بدنمون هست روی صورتمون هست توی گلومون هست به خاطر همینه که وقتی میخوای یه جا بری صحبت بکنی صدات میلرزه چونکه ویگس نروته که اکتیو شده توی هنجرت و دوباره میاد شو شعبش به قلب میرسه به روده ها میرسه و تو, تو پایین روده تموم میشه به خاطر همینه که اینا همش با همدیگه در ارتباط هم ultimately مغزتی که داره بهت دست دور میده که چیکار کن چیکار نکن so that's مثل, مثل برج مراقبت فرودگاه میمونه It's, it's ordering ولی با هم دیگه توی کامیونیکیشن هم هیچ کدومشون تنها با نمیتون. کار نمیکنن یه چیز دیگه هم که گبار همیشه راجبش صحبت میکنه اینه که توی مدیکال سکول اصلا راجب این اه, تراما و این این گونه نگاه کردن به تراما چیز خاصی نمیگن وقتی که تراما راجبش حرف میزنن فقط یه دونه راجب پی حرف میزنن و کامپلکس کامپلکس تراما یا مثلا وایکریس تراما یه چند تا ترامای مثلا مختلف راجع به حرف از این بینش میگه تو توی مدیکال من که مدیکال سکول نرفتم ولی میگه توی مدیکال med سکول هم اینا رو حتی آموزش نمیدن و دتس آن unfortunate truth چون تو اینجا دکتر میرید خیلی کم پیش میاد من یه بار شده که اخیرا دکترم سعی کرد یکم به قول قلاب بندازه ببینه اوکی فقط این فیزیولوژی نیست حال مثلا درونیم چجوریه که <applause> <applause> مثلا توصیه کرد که اوکی بیا مثلا برو مشاور ببین صحبت بکن اینا میتونه همچین افکت داشته باشه که خود من خیلی سرپرایز شدم چون همیشه هر وقت حالا اینجا دکتر میری سعی دارن تو پنج دقیقه ماکسیموم ده دقیقه ببیننت یه دارویی بدن یا یه تو رو ارجاع بدن به یه متخصص و تمومش بره ولی هیچ وقت واقعا بالا در پی این صحبت هایی هم که شد تو این چند اپیزود دنبال این نیستن که ببینن اقا واقعا داره تو مغز و اون به قول تو معبدت چه اتفاقات دیگه ای میفته که این 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 چیزایی که داری باش دست و پنجه نرم میکنی نمودش این شده <متصفح> دقیقا همینطوریه ولی الان الان میدونم که توی یو بی سی شروع کردن راجع به این درس دادن <متصفح> توی مدیکال سکول ولی خب تا به امروز هیچ چیزی نبوده یا یعنی و دکترم که میری میدونی چون یه حالت مکانیکی پیدا کرده این زندگی ما و کتاب جدید گبور هست The Myth of Normal <متصفح> <متصفح> که راجع به همین داره صحبت میکنه که این نرمالی که به ما میگن It's just a myth و چیزیه که ساختنش حالا این یه بحث جداست که حالا واردش خیلی خوب این بود اپیزود 341 ما مرسی که دوباره وقت گذاشتین خیلی خیلی ممنونم ازتون هستیم فعلا در خدمت ما میریم و تا اپیزود بعدی فعلا خدافظ 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 زن زندگی آزادی